دکتر از امروز دیگه نمیخواد مدرسه بره. چرا؟ میگه از بچه های دیگه خجالت میکشن. باشه، ناراحتش نکنیم، بذارین آزاد باشه. به ماساژ ادامه بده. بله حتما، ماساژ در بهبودش کمک سریع میکنه. شما فکر میکنین پسرم بالاخره خوب میشه؟ والا من نمیتونم به شما جواب بدم. آقای دکتر، پس من چیکار کنم؟ این تنها پسر منه، تنها امید منه. گوشه ای از این دنیا نیست که من اونو برای معالجه نبرده باشم. چیکار کنم که معالجه بشه دکتر؟ امیدتون رو قطع نکنین. همونطور که گفتم فلج شدن پای پسر شما در اثر یه شوک روحی به وجود اومده. بله دکتر. از وقتی که زن بیچاره من یعنی مادر بهرام مرد، اون یه روز دیگه نتونست اصلا پاشو حرکت بده. آخه اونا خیلی همدیگر رو دوست داشتن. میتونم بگم بهرام هیچ وقت از مادرش جدا نشده بود. در هر حال باید روحیه این بچه رو قوی کرد تا میتونین بهش محبت کنین. اون عقده کمبود محبت داره، خیلی زیاد باید بهش توجه بشه. خب خداحافظ آقای توانگران. خداحافظ. سلام دکتر. سلام بابا. سلام ستاره جان، حالت چطوره؟ خوبه بابا. بهرام چیزی شده؟ نجونم، دکتر اومده بود بهش سر بزنه. ابدا ناراحت نشین، حالش خوبه. خب خداحافظ همگی. شام در خدمتتون باشی. نه نه متشکرم، زنم منتظرم. قربان شما، مرحمت. به سلامت بابا. بهرام نه ناراحت نشو دخترم، حالش خوبه. بچه ها شام بدین. گرسنه نیست؟ نه پدر. شاید شام امشب دوست نداری؟ نه پدر، موضوع شام نیست. دیگه هیچ چیز منو خوشحال نمی کنه. هی شب میشه، هی روز میشه، هی شام بخور، نهار بخور، برو بخواب. دیگه به خدا از این زندگی خسته شدم. میخوای فردا با هم بریم گردش؟ خواهر همچی میگه گردش؟ چه گردشی؟ وقتی آدم با پای خودش نتونست را بره، دیگه اسم اون گردش نیست. باز از این حرفا زدی؟ ناشک نباش، خدا رو شکر کن پسرم. شکر کنم که زنده‌ام؟ کدوم زندگی پدر؟ از صبح تا غروب آدم روی یه صندلی چرخدار میخکوب شده باشه و نتونه تکون بخوره، اسمش زندگیه؟ آه پسرم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. منو ببرین تو اتاقم، منو ببرین تو اتاقم، یالا. گرگی نکن پسرم، خودم میبرم، خودم میبرم. یکم پودری من ندارم. بس دیگه، گریه نکن بسرم، گریه نکن. گریه نکنم چی کار کنم؟ مگه کار دیگه هم میتونم بکنم؟ اینقدر بیتابی نکن بسرم، یه خود تحمل داشته باشه. تحمل؟ آخه چقدر تحمل پدر؟
من علیلم، میفهمی؟ من ناقصم، منم دلم میخواد مثل همه بچه ها را برم بازی کنم، اما من نمیتونم. تو نمیدونی امروز تو مدرسه چقدر قصه خوردم. همه بچه ها بیکردن، میدویدن، میخندیدن، اما من... نه پدر، تو شانس نداری، پسرت هیچ وقت خوب نمیشه، من میدونم. بخواب پسرم، قصه نخور، خدا بزرگ، شب بخیر پسرم. ای خدای بزرگ، تو همه چیز به من دادی، پول، ثروت، شهرت، اما ای کاش از همه اینها دو تا پای سالم به پسر بیچاره بیدی. کباب جگر، کباب دل بی دلبر، کباب حسن، کبابی مهمون نونا، کباب آلیت می کنه، راست راستی از دور دوده کبابش، حالی به حالیت می کنه، دل کباب جگر، کباب دل بی دلبر، کباب من شو از این دل خونین جگر، کنین بره. قربان یو، اینا با تو هم بعد جوری دارن چال نرمی ها. آهای ببینم با مایی چه خبره؟ تو نصف شبی ستا تو گذاشتی رو سره. ببخشین دایی، ما نمیرسیم کوچه رو خریدی. پس حالا بدون و خافه خون بگیر، برو پی کاره. بریم بچه ها اکر دوکر بازی کنیم، حاجیتونم عشقش دو کلام غزل تر تمیز اهالی محترم این محله رو مهمون کنه. گفتم خفه شو. چی گفتی؟ گفتم خفه شو. نمیفهمم چی میگی. من کرم بیج در گوشم بنار. خب بگو ببینیم چی میگی. گفتم پلان نکن. بلان بفهم زنده باد از نمیشی من مشکولم. خب بگیده شما کمر بارش این کمر بس آمده تره. خفه شده بلکن زنده باد. وای کلا خیلی عالی بود. قربون تو پسر با معرفت، گرد و بلای تو بخوره تو کاسه سر این دوتا نامرد بی معرفت. لاسی تو هم زونت زیاده، هم صدات خیلی قشنگ. اختیار داری خجالت امیدی. خب قربون تو پسر جون، ما رفتیم. خدافظ. این دو روز زندگی حسه و موتم
نهیش کسی عشق برا آی ننه، وایسه ببینم، سب کن بابا تو هم چه، چه خبرتی بی خودی دادی بیداد میکنی؟ تو اینا رو کجا میبری ننه؟ کچلوار من ناوه ناوه برو بابا خدا پدر تو بیاموزه کجاش نوه؟ اینا مال کاس بشخابیه ده بی کاس بشخابی، هنو میشه اینا رو پوشید؟ ده گفتم نمیخوام اینا رو بفروشی بده من، این کچلوار عمرشو کرده، باید ردش کنم بره عجب بابا سرتقی هستی، میگم مکه مال من نی، نمیخوام بفروشیش، تموم شده رفت قالو بکه خب، شیر یا خبری باز شیری قد آره، رای دیگه ای نداری، بریم دنیا تو شد، بزن بریم موسیقی میزن خب، بگو ببینم، شیر یا خط؟ خط خط نه نه، شیر خط خطه، تو وقتی تو همش میبازی پسر، برو بازی یاد بگی لباس ها مال کاس بشخابی میشه دل دارم قلبه دارم یه بره دارم این کباب های کوبیده دارم بفر به کباب کبابی دل دارم بیا بسر این سرون میکنده دو سیخ دیگره یک کباب کوبیده بره من الان میرم کبابی برم چی شد دل دارم بره من کباب خانم اصلا اسمال یک کتیه آی اینه رو بپا نسوزه اصلا بپا نسوزه توی اسمالی سلام سلام جواله توی کلیمی مثال تو قربت برم این توی چیه پسر ما رو برانداز میکنی خودم هم دیگه اسمالی رفیقه با تو که چند وقت پیش این رقمی نبودی بینم حتما یه برد کلون کردی ها تو شانس من بودی ما هر وقت با هم دیگه کار میکردیم ما همیشه میبردم حالا هم البته برعک نیست اما اگه تو بیاد دوباره خیلی عالی میشه نه داشتم من قسم خوردم دیگه دور قمارو خیت بکشم تو هم دور ما رو خیت بکشی خب حالا چی کارم میکنی؟ دارم یه قمار خیلی گنده میکنم میدونی میخوام زن بگیرم تو ببینی آقا پس کیو به تو زن میده؟ یه دختر است مثل ما پدرش هم از اون پول داراست برو پس چخان نکن اسمال یکتی نه من که نگفتم اسمال یکتی میخواد بره خواستگاری جناب آقای دکتر مهندس اسمال کتیان از دختر خواستگاری میکنه کتیان؟ لابد اینم از اسمال یکتی میاد بچی خیاله رسیدی پسر رو تو برم خیلی نقشه کشی اما بهت بکم اسمالی این کارا آخر آقابت نداره بالاخره یه روز یه راست میره هلوفتونی بی خیالش رفی دختره رو حسابی پختمش این دفعه دیگه قمار آخرمه اگه بردم که دیگه همه عمر راحت و آسودم نمیفهمم تو چه جور آدمی هستی خب دلم واسه تنگ شده بود گفتم بیام ببینمت راستی ننت چطوره حالش خوبه قربو تو بدنی ای نفسکی میکشی خب دیگه من باید برم خیلی کار دارم فردا با نامزدم هستم اگه نقشم عملی بشه دختره یه راست میفته تو قربو تو خدافظ خدا چاپ کن چاپ کن تا خدا تو چه بندوهایی داری بگذر که ما بهتر از اون نبودیم هم خودت میدونی که ما توبه کردیم ولی اون نامرد انگار جای شمونه ها رو تخم تقلب میکنه بریم با پیکارون به ما چیه آی اومدم دهت جگره آقا رو داری آقا سلا آره ویلی خوب اینا رو هم بده اون میز گوشه ای بجام تا یخ نکرده پدر چش رو چشم زیانمی ای دل دارم کباب بره دارم کباب بفرما با چه کبابی او سوخ اب نداره میخورم بیا این سفارشی رو بده آقا اون امشب دیگه نمیاد قربان اون همیشه 11 از اینجا رد میشه 11؟ نارتی که دیوانه بریم این درود زندگی حسه و ما
کسی عشق مرا هم نداره. قربه دارم اما ببر نم قلبه ای دلبر ندارم. جیگر دارم اما ببر یک دل برم جیگر ندارم. دل کباب جیگر کباب دل بی دل بر کباب دل کباب جیگر کباب دل بی دل بر کباب. بنده بار آهای نمیفهمم اینا دیگه کیا این سرسد آقا چیه رو انداختی مرد؟ ببینم رفیق اینا با تو ها؟ آره اون یکی پدرمه اون یکی هم خواهرمه. آه پس بابا تو آبجی خانومت. خب آقا چی فرمودن؟ من بچه مریض دارم تو با آوازت شبا مزاحم اون میشی. مزاحم چرا قربون سیبیل چرخ باقید صدام که بد نیست چه از خود راضی هم هست. سلام علیکم خانم خانم ها. میگم آه شما که اینطور لخت و پتی هواگیری میکنین سرما نمیخورین. با مزه گفت نه جون من با نمک دبوس. تو دیوونه ای تو مرز مردم آزاری داری. بدر ولش کنی چه کارش دارین اون دوست منه. کوچیکتم رفیق بابا ایو هنوز ما فقط یه غزل کارش کردیم چه علم شنگایی راه افتاده با هنرشناسی تو کجا رفته ها؟ با مزه گفتم نه جون من با نمک دبوس. محمود برو تلفن کن پاسبان بیاد تا بهش بگم. پاسبان؟ بله رفیق مثل این که کار داره بیخ پیدا میکنه ما رفتیم قربون تو. فرشا بیدید نره منتظره چش میام اما تو اینقدر تلخی که با یه محصل نمیشه خواهد برو پای کارم برماز تموم نشده. اما تو آبجی من چیزی بهت نمیگم اما ایشالله اینقدر بیشواری بکشید که دندون ها و مواد رنگ دیفال سفید بشن. با مزه گفتم نه جونم با نمک نبود. تو این روزگار عجب آدم های پیدا میشن اونم اینقدر لات و بیتربیت. بیا گفت شب آقام شب دارم. من نفهمم اگه آواز خوندن جرمه پس چرا جلوی این ایرج خوننده رو نمیگیرم نگه ماره میچسبن. اینم که عصبانی برو در باز کن. عزیزم میدونم که یک کمی برای عروسی زوده اما ما الان یک ماه که داریم با هم دیگه معاشرت میکنیم دیگه فکر میکنم نامزد بازی بیشتر از یه ماه لطفی داشته باشه. درست میگم؟ بله یه ماه کافیه. یک ماه با هم معاشرت میکنیم ولی هیچ وقت هم بابا جون ما رو تنها نمیذاری که دو کلمه حرفه خصوصی بزنیم. خب اینم درست هم جای مادرت هم و هم جای پدرت هم مسئله ایست معروف که میگن در دروازه رو میشه بس ولی در مردم رو نمیشه بس. اینه که ناچار تا قبل از عروسی مزاحمت باشی. حال دارین چه مزاحمتی خواهش میکنم. راستی ببینم امشب چه کار میکنیم. والا یکی دو شبه یه مزاحمی که کوچه ما پیدا شده نمیذاره بخوابیم. اجازه بده امشب استراحت کنیم. بله بله امشب استراحت کنم. خواهش میکنم اشکال نیست. میاد
سلام علیکم، الوعد وفا. سلام، چطوری؟ مثل پلو تو توری. خب رفیق، ما رو واسه چی گفتی بیم اینجا؟ ازت خوشم میاد. آخه من هیچ کس ندارم باهم حرف بزنه، حرفمو بفهمه، باهم بازی کنه. دست خوش بابا، عجب هم بازی پیدا کردی. من تو سنستانمون به هم نمیخوره. میدونم، اما خودت گفتی با من رفیقی، مگه نگفتی؟ لا اله الا الله. ببینم رفیق، اسمت چیه؟ اسمم بهرامه، تو اسمت چیه؟ به من میگن جناب آقای حسن خان کبابی. حسن کبابی؟ دل کباب، جیگر کباب، دل بی دل بر کباب. دل بخور، غصه نخور، غصه دل و خون میکنه. خنده کن، خنده ز دل، غصه را بیرون میکنه. دل کباب، جیگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب، جیگر کباب. دیدی یاد گرفتم، من همه آواز تو رو حفظ کردم، فقط چهچه رو خوب نمیتونم بزنم. ببین، عیبی نداره، منم همیشه نمیتونم خوب چهچه بزنم، گاهی میشه، گاهی نمیشه. بخون جون من، بخون. وقتی میخونی دلم باز میشه، همه قصه هم یادم میره. سواشو. ای وای، بابا اومد، در رسودش بزن بچه، یا رسود باش. شاهر ما رفتی. نمیفهمم، آخه ما رو واسه چی برشی آورد اینجا؟ تو باید به من کمک کنی. کمک؟ اینو باش، ما خیال کردیم کار خلافی کردیم، برامون داشتی آورده بونه اینجا. آخه از ما چه کمکی ساخته؟ من یه بچه دارم. بچه؟ خب اینه که همه دارن، چیز مهمی. نه، بچه من غیر از بچه های دیگه است. همه با من خیال میکنن بچه هاشون غیر از بچه های دیگه. تو نمیفهمی من چه میکنم. واقعا بچه من غیر از بچه های دیگه است. های محمود، بهرامو بیار. بپوشون خواهی تو آبچی ناورم. چرا دوست داده بعده؟ این که ماجد راسی بگو ببینم، تو چی کار میکنی همیشه اینقدر خوشا رو بگو بخندی؟ به من یاد بده. لا 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 لا، ما که از حرفای شما هیچ چیز سر در نمیاریم، فقط بس یه چیزی یادت بدم، وقتی خیلی اوقات تلخه بزن تو آواز. چی؟ آواز؟ آره. من که بلد نیستم آواز بخونم. مهم نی، اگه صدای انکلال اسباتم داشته باشی وقتی بخونی حالت سر جاش میاد. من الان خیلی ناراحتم، برای این بچه خیلی دلواپسم. پس بخو، بزن زیر آواز، چرا معطلی؟ چطوری آخه؟ چطوری نداره پسر، بخو، آواز بخو، بخو دیگه. بابا ای بله، عجب صدای جهندی داری، جهنم بازم بخو، کاجی به از این چیه؟ یا حبیب من. پدر جو جدن صدات خیلی بده. سلام علیکم آقا برا، دیدی بابا چه صدای عوضی داره؟ بس صدا که آقا
اسم من توانگره، اسم تو چیه؟ مخلص شما جناب های افتر آقای کبابی. خیلی خوب حسن آقا، حاضری به من کمک کنی؟ باز میگه کمک کنی؟ آقای توان. توانگران. چه فرقی میکنه آقای توان؟ من چه کمک از دستم ساخته است؟ تو که همه چی داری، ماشین، خونه، پول. آره پول خیلی دارم، اما شادی هیچی ندارم. من برعکس تو هم، پول مول ماکو، اما عوضش تا بخوای بیغر روزگارم. ماهی 2000 تومان بهت میدم که پسر منو تنها نذاری، باهاش باشی و خوشحالش کنی. نداشم، اگه پول بگیرم واسه یه کار مردونه است، اینی که تو میخوای از حد سگیر سلطانی برمیاد. نه اشتباه میکنی، این کار فقط از عهده تو ساخته است. این بابا چی میگه بابا؟ اصلا تو چه احتیاجی به من داری؟ پشت بیاینجا ببینم. من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ یه تکون بخور بوده بی بیشه چید ببینم. یاله با تو هم، مگه چلاقی؟ آره، اون فلج. چی؟ فلج؟ منو ببخش رفیق، نفهمیدم قربونت برم، غلط کردم، به خدا نفهمیدم. گریه نکن، من رفیق تو هم، خیلی دوست دارم. تو مثل داشت خودم میمونی. به خدا من تا حالا به یه مورچم آزار نرسوندم، منو ببخش. حالا فهمیدی چرا به تو احتیاج دارم؟ پسرمو دست تو میسپارم، اون ناامید، امیدوارش کن، اون دلش پر از غمه، به زندگی شادی بده، هرچی هم بخوای بهت میدم. نه صحبت پولو نکن، موضوع حالا دیگه خیلی فرق میکنه، یه انسون به یه انسون دیگه احتیاج داره، این برای من مهمه، باقیشو بللش. چش از همین فردا صبح شروع میکنم. خیلی ازت متشکرم. بابا هیچ میدونی چی کار داری میکنی؟ آوردن این مرد توی این خونه اشتباهه. چند کلمم از مادر عروس بشنو. با مزه گفتم نه، جون من با نمک دهو. چرا خیلی با نمک؟ این مرد قابل تحمل نیست. ولی ما شما رو تحمل مینماییم خانوم. خب خداحافظ تا فردا. قربون شما آقای توان. توانگران، یادت باشه. خیلی خوب بابا، منم چه گفتم، توان. دیوونی، توان. مامون، یه خود آبسن برای آبچی بیار، خیلی از آبچی بیار. قربونت برم پسر نازم، برای حتما آب صاف بیارین، حتما. خیلی نوکرت هم نه، یه راقه دیگه بسید من خواهد. پاشو بهت میگم، آدمی که صبح کله سهر میاد خونه، چشمش کور تموم روز بی خواب میمونه. پاشو برو دست صورت تو بشه. چرا همچه میکنی ننه؟ پاشو برو دنبال کار زندگی پسر، همش گرفتی خوابیدی. ار رفیقت اسمال یک کتی یاد بگیر، دیدی چقدر زرنگه؟ آره خیلی زرنگه ننه، اسمال یک کتی ختم مرد رندای روزگاره. اتفاقا همین دیروز اومده بود دم دکون، اگه بدونی چه سر وضعی داشت. عالی به جون تو، اتومبیلی، کرواتی، خلاص دم و دستگاهی به هم زده بود نامه. کاش که اقلا تو هم عرضه اونو داشتی. نه بابا، من کجا، اون کجا. اسمالی خیلی زرنگه، کلش عین او ساعت کار میکنه بسر، من خیلی ازش خوشم میاد ننه. چرا باهاش کار نمیکنی؟ نه اینجور نونه ها اگر ما پایین نمیره. اوه من دیرم شدنه، من رفتم. چایی تو بخور. خودت بخور، چایی که اینو جشونده. بابا خیش حالی بودم. هی ببینم ناغلا، پولاتو کجا قایم کردی؟ تو جیبت نبود؟ با مستر تو ننه، بازی ما رو گشتی؟ دیرو که خرجی یه هفته گرفتی؟ ساخرا خانم با شوهرش میان اینجا، مهمونی خرج داره جونم. تو دعوت کردی، خودت هم راست ریسش کن. وایسا بینم اینجا خونه توه. چی؟ خونه منه. قربونت برم منه که خدا شاهده خیلی زرنگی. موقع پول دادن که میشه خونه ماست، بله؟ خب حالا چی میگی؟ پول میدی یا نه؟ نه. صبر کن. شیر یا خط بری؟ بازم شیر خط بری؟ باشه، اما این دفعه ازت میبرم، برو بالا ببینم. تا نرفتم بالا بگو شیر یا خط. خطه پولا رو کن بیاد حسن کبابی. بخبخبخ کت مرتضایی هنده هم پشت بسته لاکردان. تو مگه خوابشو ببینی که بتونی از من ببری طفل معصوم؟ ای موش مرده، فقط تو کفشتو نمیدم. آره بچی، یکی دلم با
همش بده من بینم. نه همه بسته. آهای حسنی بیا در تو کو. من نوکرتم، یه کار تازه پیدا کردم، میرم منزل جناب آقای تابونگران. آمنه آمنه چشم و چراغ منه، آمنه آمنه نوبت کار منه. خب ما داریم میریم بیرون، کاری نری های توان. آه توانگران. آه بلمو کن بابا توان توان، حالا من چه فرقی میکنه؟ خیال میکنه اگه بهش یک گران اضافه کنن گرونتر میشه. خیلی خب اول ببرش ماساژ امروزشو بده، بعد یه خود بگیر. چشم خودمون همین فکر کرده بودیم. بده من ماشینمو دادم سرویس، میتونم ماشین تو رو ببرم. نه فقط یه خود استشکالات فنی داره خانم. من از تو نپرسیدم. سلام علیکم. ببخشید یخت سلاممون دیر شد. ماشینتو میتونم ببرم؟ آخه که نمیشه. اولندش ما داریم با اون ماشین میریم دنبال کارمون، دومندش وقتی آدم سلام میکنه جواب سلام چه میگه؟ نمیدونم. نمیدونم. کارای بابام دارم دیوونه میشم. آره از قیافت پیداست. خب خانم خانم ما شما رو میبریم، فقط شرطش اینه که زیاد اخم و تخم نکنی، دلمون میگیره. آره دخترم تو هم با بهرام برو. وقتی آدم مجبوره راه دیگه ای نداره. رو تو برم دختر حسن نمرشا. از پس که است و قیاف و قوپوز بیاد چیتونه میگه نمرش بزن با تاکسی بار بره. داری میری سلمونی آبجی؟ ولی میکنی که طرف حرف زدن آبجی چی؟ لابده آمالمت یادت دادیم. بله خانم خانم ما یادش داریم، حالا چی میگی؟ بردینش اکابر، دلخوری؟ بله معلومه که دلخورم. اگه دلخوری بر بزن بار شونه ای دیوونه، همینجا نگه دار. چش آره آبجی تو هست میگه کاریه، فقط اسمشو اقرش بستن. چرا دیگه به خوشمزدگی این بیمسته نه دل قشه گرفتم. آقای پسر یه ساعت دیگه بیا همینجا عقبم، دیر نکنی. یا چش شما بفرمایید خودتون رو خوشگل کنیم، منتظر باشین ما میام عقبتون. آره آره تو میری اومدیم عقبت، پیاده برگرد پاد باشه بازم بریم عشق. آها برام الو؟ آه سلام دکتر، داشتم میرفتم تجارت خونه که زنگ زدی. میخواستم حال بهرام رو بپرسم وضع بله آقای دکتر، وضع روحیش فوق العاده بهتره. خب الحمدلله روحی بهرام مذهبی. بله حتما، این روزه یه دوستی پیدا کرده که فقط باید ببینیش، موجود فوق العاده چاربیه. بهرام خیلی دوستش داره. رفتم بیرون یه خوده بکردم. خب خوشحالم. آه قربون شما، خدا بزرگی دکتر. دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب جگر کباب، دل بی
دیوونه نمیشم پدر. این پسره یه ساعت تمرمونی، کاش بالاخره مجبور شدم با تاکسی بیام خونه. میدونم. خب حسنه دیگه، کارش نمیشه کرد. یعنی چون حسنه هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه، تقصیر شماست پدر، بهش رو میدی. و الا اون حق نداره با من اینطور رفتار کنه. دخترم، اون که نوکر ما نیست. من ازش خواهش کردم بیاد پیش ما کار بکنه. اونم همونطور که میدونی به خاطر بهرامه. آخه بهرام خیلی دوستش داره. اون دیوونه از پدر، عقل درست حسابی نداره. هرچی از دهنش در بیاد به آدم میگه. ازش خیلی بدم میاد. نمیدونی چقدر ازش متنفرم. متنفرم. بابا صدام آقای بهنگ. خیلی مرسیدم قربان. خیلی خوش آمدی. خشتا بردی. تمنا میکنم. از اینکه سرزده حضورتون شرف داد شدم واقعا مزرم. احتیار داریم اینجا منظر خودتونه. شما دیروز به قدری با ما محبت کردیم که من به ستاره واقعا خجالت کشیدم. خواهش میکنم. ستاره چرا بایستدی بیا جلو آقای مهندس. سلام فرام. سلام آقای مهندس. میبخشین که مزاحم شدم. خواهش میکنم این چند. آمدم پیشتون هم قرار مدار روز عرض کنون رو بگذاریم و هم یه چند لحظه خدمت شما و آقای توانگران باشه. قربون شما، لطف کردید. بفرمایید. نه نه نه، زحمت کم میکنم. بگیرم تا بیشتر از این مدار شما اختیار بدید. چشم، چشم. تمنا میکنم. شما دیگه از خودمون هستید. تعارف به شما نمیاد آقای ما. خواهش میکنم هر حرفی هم دارید و سالون. سالون. بله. بله. خواهش سالون. چشم. حالا یه وقت استراحت کنم، خیلی خسته شدی. نه، وقتی با تو هم نمیدونم چرا اصلا خسته نمیشم. راستی نمیشه حالا نری پیش من بمونی؟ نه، قربونت برم پسر خوب. آخه ما خونه و زندگی داریم، کار کاسبی داریم. باید داریم یه سری هم به اونا بزنیم. حالی یه خود استراحت کن، دراز بکش کن، فرد است و اول وقت خدمتت میرسم. یا حق یا حق حق نگه داره. کجا میدونی؟ با عزتون یه تلفن بزنم و بیم. خواهش میکنم. خدا کنه تا مهندس نیومده اینجا یارو از اینجا بره. چه اشکالی داره؟ مگه این بیچاره لولو خورخوره؟ نه بابا جون، باز یه حرفی میزنه آبرونه میره. خب ما داریم زحمت جمع میکنیم، کاری نداریم؟ نه خیر، به سلامت. چه دختر با تربیت شدی، پس حالا بهتره بمونم و یه وقته با هم دیگه اختلاط کنیم. نه بابا غلط کردم، بلند شو برو. آفرین، حالا شدی خودت. خب آیه توانگران بله توان، همون توان. امروز شنگول منگولت میبینم، چیه؟ باز مگه آواز خوندی بره در؟ آوازه که من همیشه میخونم، ولی امروز نامزد دختر رو نامزد چی بودم؟ پس جایز شد که بیشینم. چه شانسی آورده دختره و چه بدشانسی طرف مربوطه. برو بابا، برو دیگه. نه خب دارم میره، چرا حالت میده؟ گم دیگه بگه پسره بیچربیت پارو. راستی آقای توان، توانگرا دلت میخواد فردا صبح که میام یه دست کلپاچه تمیز وسط بیارم؟ نه نه نمیخوام، مرسی مرسی. وای خدا جونم، دارم دیوونه میشم. نه 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 نه، بذار ما بریم بعدن دیوونشو قربونش ما. من از زیاد خیره راحت شدم. میگم آقای توان، نمیخواین جایی بریم بیام دنبال تو؟ نه آقا، بنده جایی نمیرم، منزل میمونم. اوقات تخه آواز آواز یاره نره آواز گفته یا ها 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 خوبه خوبه چطوره؟ خوبه آره داری پیش میاد. چه خانه قشنگی داری، چه معماری جالبی. متشکرم. بفرمایید بشین. خیلی واسه ببخشید ها، یه سال دیگه دارم قربان. خیلی خوب، باشه باشه، فردا سال. خیلی خوب، بازم خداحافظ شما. خدا تو نوکر خودتو پدرتم چطوری آقسمال؟ آقسمال یک کپی صفاتو وفاتو اون نفس شفات عشقه. رفیق پتو هم آقای توانو میشنسی؟ توانگران بله، آهنگران همون دیگه. میدونه اسمال جون، به ننه گفتم اومدی در دکون. خیلی باز ببخشی رفیق، اول نشتاد بره. خیلی مکش مرگ ما شدی. بهت برده، من این حاجی تو نمیشتستی؟ راستشو بخوای نه آقا. نه اور نه، یا اسمال یک گدی، من حسرتم دیگه. خب خب چیه؟ من که سیمات قاطی شده بفر، من حسرم رفیقتم. بنده شما رو تا حالا ندیدم آقا. ندیدی؟ نه خیر. تا چیه میگه اصلی؟ معذرت میخوام آقا، من اصلا شما رو نمیشناسم. لا اله الا الله.
میگه چه رنگشه؟ یعنی اونجا اصلا بنده رو زیارت نکرده که نکردی؟ عرض کردم خیر. باشه، منم تو رو نمیشناسم، اصلا عوضی گرفتم. راست میگی، اونی که من میشناختم یه آدم با معرفت حسابی بود، نه مثل تو یه بی معرفت بی منظور. نگفتم بابا این دیوونه است؟ بابا دیوانه است، کی بود آقا؟ مهم نیست، بفرمین بشین، بفرمین باشین. خست میشم، باید برم سریع به کارخانه جاتم بزنم. خداحافظ شما. مرمت وزیان. خداحافظ شما. این که قبول نیست، قرار بود راجع به عروسی با هم صحبت کنیم. نذاشتن دیگه، اگه اجازه بفرمایید فردا عصر میام حضورتون. باشه، فردا عصر منتظرتون. بله چشم، حتما. خداحافظ. مرمت وزیان. چه آدم مؤدبی، آدم لذت میبری. یکی مثل این، یکی مثل اون پسر بی تربیت و بی شعور. آره، پیداست که مهندس آدم اصیل و پدر مادر داریه. کاش که بتونه شوهر خوبیه برای تو باشه. مثل که اندفعه تو عوضی گرفتی، بی معرفت حالا دیگه ما رو نمیشناسی جناب آقای دکتر مهندس کنم. حسن، تو که منو میشناسی حسن؟ مرگتونم، من که گفتم یه نقشه دارم، اینم جزء همون نقشه. آقا، آلی نیشه اینگه پیر اومده سر یکی از میزای پوکت کارت مرده دارم همه رو لخ کرده، بعد بیریم تو حسن. یک کارتم بده به من. منم دکتر. جمع 20,000 دارم. بقیهش. عرض کردم بقیهش. با کمتر دیدم. آقایون ساندویچ ملده میکنن؟ ساندویچ یا بابا. ببخشید. خیلی معذرت میخوام. بقیهش چقدره؟ از 60,000 تومانی میشه. مجبورم ببینم. منم که تا حالا شو دیدم. منم دیدم. کاره شاه. دور بودم ها. شما چی؟ من؟ بسیم که چهار کسی هست دارم. کاره آس. به خوشکی شانس. جتون آجام خب، خیلی متشکرم آقایون، خوش گذر، خدا حافظ. بزن برسیم. بزن برسیم.
قسط ساندویچ قمار مردونه ای نبود، هیچ خوشم نیومد. برو داشتم، چی داری میگی؟ قمار که مردون و غیر مردونه نداره، باید برد. تو که میدونی من از باغ اصلا خوشم نمیاد. منم واسه همین چیزاش قمارو گوشتم کنار. اگه بتونم با دختر توانگران زودتر عروسی کنم، نونمون تو روغنه. میدونی اصلا چون این بزرگترین قمار زندگی منه، میلیون ها تومن پول توشه. دیخ خیاله. یعنی چی؟ مخالفی؟ آره. من با آقای توانگران نون و نمک خوردم، نمیتونم بذارم تو زندگیشو بیرق کنی. برو بچه، نون و نمک چیه؟ حتما داری شوخی میکنی. نه جون اسفال، بی شوخی. من نمیذارم تو این کارا بکنی. هر جا بری جلوت با بیسم. آخه این کار شرافت مدونه نیست. اونا به تو اطمینون کردن، تو خونشون راب دادن، اون وقت تو بیا این کلک رو سوار بکنی. بینن، نکنه گلو پیش دختری گیر کرده. من اون یکی اونبال بهشته، یکی اونبال جهنم. با بچه رو سنگشو به سینه میزنی؟ گفتم که نون و نمکشون رو خوردم. این حرفا چرنده. من و تو با هم از برادرم نزدیکتریم. حالا نمیخوای با من رابیه، اشکال نداره، اما جلوم با نشتی. این هم یه جور قماره. تو دستمو دیدی لوش نده، مردونگی نیست. قبول؟ والا نمیدونم چی بگم، سر دورایی فرقی گیر کردم. ببین اسما، اگه به اون خانواده تو کاری نداشته باشی، من هیچ وقت مزاحمت نمیشم. راه برای تو خیلی با هم توفیر داره. خداحافظ. میترسم این پسر کارا رو به کلی خراب کنه. از دور خارجش کنی؟ نه، حالا زوده. باید ببینیم چقدر دست پاکیه. هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو اونه مثل من نمیشنسی. وقتی بیرش میگیره شمرم جلو دارش نمیسی. نه چیه؟ مثل که در میزن. نره شنیده. اون در آگون بح رو تو برم بچه. تو گردن کنو اینجا بشینی، اون وقت من پیرزن برم در باز کنم. من که حالش ندارم قربونه. باشه، شیریخه بری؟ باسم شیریخه؟ بله، بگو، شیریخه؟ خط شیره، پاشو با در باز کنم. باسم عجب شانسی میاره، باسم چرا اینجا نشستی؟ پاشو برو با اون شانسات قمارخونه ها رو برشکت کن. حسنی، در پشت سرت باز نذاری، دوباره ببندشا. خیلی خوب. منظر از آقا اینجاست؟ آره من خودم هم. لطفاً را بیافتیم بریم. را بیافتم؟ من 30 سال پیش را افتادم، کجا را بیافتم؟ چرا داری؟ به خدا قصدن دروغ جاب سربان. به تو میگم ساکت باش حسن، از تو شکایت شده. جاب سربان، به جون شما نباشه، به جون هرچی مرد کار ما یکی. ما از روزی که قفل حضرت گرفتیم، قمار رو بوسیدیم و گشتیم کنار. دیروز باز پول یه آدم حسابی رو بردم. طرف خودش از اون زرنگا و کفن قمار باداز فهمیده که بهش کلک زدن. خب به ما چه مربوطیه؟ میخواست بازی نکنه. من فوراً به تو شک بردم و برای همین هست که اینجایی. به قرمت با حضی گرفتی. باید رو برو کنیم سرکار، اون آقا بیان تو. باشه، تش بیان تو، قدمشون رو تخ و چشای ما بپرن. سلام علیکم. سلام علیکم. شما شکایت کردین یه نفر پول شما رو برده. ببینین ایشونه. ببخشید سرکار، این عینه که من دوربینه نمیتونم ببینم، اجازه بدین که عوضش کنم. اینه چیه رو باشه؟ این نیست، اون آدم حسابی بود. متشکرم، شما میتونید تشریف ببرید، ما اون مرد براتون پیدا میکنیم. خدا تو فکر میکنی چه این کارو کرده؟ والله ما که کف دستمون بو نکردی. از رفقای قمارباز قدیمی؟ چونشون جاستر با ما خیلی وقت با اونو هیچ سرکاری نداریم. خیلی خوب، متشکرم، میتونی بری. قربون شما، خود بچه تو نگه داره. توی؟ سلام. این روز منو بردن کرمتاری، یکی شکایت به من چه؟ همون پیر مردی که اون حقه ساندویچ بهش زدین اونجا بود. جونه؟ اسم منو که نبردی؟ نه، ولی یادت نره اینجا جلوت وامیستم. من نمیذارم تو این خانواده رو برادر 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 دل. شوخی نمی کنم اسما، دفعه دیگه خودت باید جواب جناب سروانو بدی. به منم هیچ مربوطی نیست. به منم هیچ مربوطی نیست. این شوهر خودت انتخاب کردی، خودت هم پاش پیر میشی. میدونم بابا،
اما اسماعیل همیشه دیر میاد. الان سر شبه. این منو عصبانی کرد. مگه دیروز نگفت عصری میاد؟ خب لابد کارش زیاده. بالاخره میاد. بله همیشه وقتی میرسه که خیلی دیره. تا دیر نشده دست از این کلکات بردار، عاقبت نداره. باز شروع کردی به موعظه کردن؟ ها. موعظه چمونه ها داره میاد. یارو پیره مرد. جونو من یک کاری بکنم. گفتم که من مرد بیم. خب داداش جان هنوز قمار بل نکردم. والله هر کسی یه عیبی داره دیگه. منم عاشق بیقرار قمارم. خب این شبه که همیشه برنده بودم. ای بابا چه کنم همین چیز کنم کار یه حقه یه از بیرم بودم. اما کی دارم برفتن افتاده بودم که شد ادام کنم چی کنم. آخه یه گیرت بیارم میدونم چه بلا دیگه. آه 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 می کنم آقای دکتر مهندس کتیان نامزد ستاره. من که بدون عینک نمیتونم ببینم. اون یکی عینک هم که یادم رفته بیارم صورت ماهتو ببینم. دامادن داداش جان شما همیشه لطف داشتی و چقدر خوب شد که امشب همه دور همینو میتونیم شامو با هم بخوریم. آخه فایدهش چیه؟ شما که پای بازی نداری. ببینم آقای مهندس شما بازی بلدی؟ نخیر خودم یادت. آقا عینکو پیدا نکردم. عیبی نداره بعدم پیدا میشه. خب بازی جور شد؟ بعدن فعلا تو برو شامو حاضر کن. میخوایم امشب همه دور هم باشیم. خیلی متشکرم. اگه اجازه بفرمایید من با ستاره جون شامو بیرون میرم. اینا داره شما دارن. آش این آقا کیه که مخالفه؟ این آقا کبابیه داداش. آه پس کبابیه مخالفه. چاکر شما. بله آقا معنی نداره دو نفری تنهایی با هم برن. پیچو چه من نمیفهمم مگه باید از تو اجازه گیره؟ بله پس چی نمیشه من نمیذارم. آقا جون این حرفا به شما نیومده. ما دو تا نامزدیم خودمون هم تصمیم میگیریم. نه خیر سه نفری تصمیم میگیریم. هر جام بریم سه نفری میریم. بله آقا سه نفری هم میشه. ولی داداش اینا دو نفری نامزدن. آره خب دو نفری هم میشه. این چی میگه آقا؟ نه خیر یا سه نفری یا اصلا بازی نشه. یکی تو شماها پیدا نمیشه بزنه دهن این پسره رو خرد کنه. اسی جون آخه تو یه چیزی بهش بگو. همینا برای آخرین دفعه بهت میگم ساکت باش و الاغ اینک بله بدم نمیگه سه نفری هم میشه. حرف نکردم سه نفری هم میشه داداش. بله حالا امشب کجا خیال داریم بریم؟ بله قراره بریم کابر هیپی. بعد این اجازه بده نخورم. خوب دارم قیافشو میبینم. میخواد نقششو عملی بکنه. همین الان داره میگه بخور مشروب آدمو گرم میکنه. بخور مشروب آدمو گرم میکنه. یه خورده بخور. برای چی اسرائیل بده من مشروب بخورم؟ نخور. من فقط میخوام بهمون خوش بگذره. نمیشه من بخورم تو همینطور منو تماشا کنی. بیمعرفت و حقه باز. ببین چه جوری داره بلاف میاد. حتما همین الان داره میگه مگه از من خوشت نمیاد؟ پس این یه گیلاسم بکن. مگه از من خوشت نمیاد؟ این یه گیلاسم بکن. ترسم جان بخور دیگه. چیزی نیست. حالا دختره یه احمق دیوونه بالاخره گول میخوره. من نباس بذارم. من باید هر طور هست برم تو. بینج ببینم. هلا
هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. ببینم جونی بیکاری؟ بیکار پدرته؟ اما هزار سال میخواستم یه نونی بهت برسونم. اما تو که کچل بودی، این کلوگیز گفته بود. احمق، من خواننده جدید این کاوارم باید ظرف داشته باشم. من بیتر. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. یه گیتار منو بیار تو زود باش. هلو مستر، هاو آر یو؟ مرد خشه. مرد باز خشم باشه. من دارم بخوام چه زدمت. من ضعیف گوش نیستم. خوخش بالاخره راهش پیدا شد. چجوری به این تو باری که یه دمم آغاز کنیم. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. هیپی ام من. هیپی ام من. ببخشید، شما خواننده جدید هستین؟ هلو مستر، هاو آر یو؟ هیپی ام من. جیجر بفرمایید، دیر شده منتظرتونم. درویش فرنگی اومدی مثل مفنگی اومدی های پتی باشم ماری لونه توفنگی اومدی ماری جوانا رو بیار اون چرس و بنگی اومدی اون چرس و بنگی اومدی بابا ای یارو دیار رفت برسونی داره درخ
میشم. بابا چرا بی خودی یه وری میشم؟ آخه چرا اون وری میرم و اون وری میشم؟ کی میگه که مستم؟ راحت باشه، ما یکی از باش بسته کار خوردی، ما خیلی تیار داریم. به حرف دادنت باش حسن. آخه جناب سروان، هر اتفاقی تو این شهر میفته این سرکار یه راست میاد سراغ ما. آخه به من چه بابا که این مردم حق باز و کلک بازن. بله، ولی این دفعه از اون دفعه ها نیست. پولی یه بدبختی رو تو قمار بردم، حتما این دفعه کار توه، فهمیدی؟ من به کلاگیس آریه ی عمم خندیدم. من که گفتم بابا خیلی وقت دست به قمار نزدم، این دفعه هم وال ما رو عوضی گرفتین، عربا رو اما میگیرین. قربونت برم، ما که گفتیم وال کار ما نی. قربان حاضره. ببینم این همونه که پولتونو برده؟ چطور؟ چرا زور زدی؟ شناختی؟ ده خوب نگاه کن، منم حسن کبابی. همینه، خودش از جانسر با خودش از جانسر تو پولامو با حقاباتی بردی، تو حسن ندی نمیشنم بری، پولامو از تو گیرم. نمیگه کنم، همون پولامو از تو تارو خیال کردی، آلو پشنگی رو بردی. جانسر با، جناب سروان کارم همینه، خودشه، این به من فرق کرد، پولامو برد. جناب سروان، من پولامو میخوام جانسر با. بسیار خوب، شما بفرمایید برای تحقیقات دوباره احضارتون میکنم، بفرمایید آقا. جناب سروان به مود قسم به بلای علی، من تا حالا این مرد که چاخانو ندیدم. خب که گفتی از بیخ عربی ها، حالا منم میفرستمت همون جایی که عرب نیان. منم بمیرم اگه من بازداشت موقت. بیا من میدونم این کلک زیر سر کی هست. بیا شیرون، میدونم بیا فرداشتم. خب کار تموم شد؟ بله، کارش ساخته. همونطوری که دستور داده بودی بازداشتش کردم. باری کلا. فقط چند روز تو هلوفتونی نگرش دارن کافیه. منم تو اون وقت با دختر عروسی کردم. خیلی ازت ممنون. بیا. اینم پاداشت. متشکرم. خدافظ. به سلامت. بهرام جان،
چرا پرتقال تو نمیخوری؟ حوصله ندارم بابا. من میدونم چرا حوصله نداری. اصلا به تو چی که دخالت میکنی آبجی؟ آبجی؟ بابا جون چون حسن دیر کرده آقا اوقاتشون تلخ آب پرتقالشون رو نمیخورن. خب میاد، شاید براش کار پیش اومده. اصلا نیاد، مگه مهمه؟ من نمیفهمم، همه توی این خونه کار و زندگیشون رو ول کردن فکر حسن آقا. باچه به اون اینطور حرف نزن دخترم. من چیزایی از اون دیدم که کمتر مردی این صفات رو داره. همین دیشب یادت رفت؟ خیلی خب بابا، ما اصلا حرف نزدیم. اینجوری خیلی بهتره. راحت نشو بهرام جان، خودم الان میرم میارمش، لابد سر کارشه. پس دیگه اخماتو واکن، از بس قیافه اخمالوتو دیدم دلم گرفت. سلام. سلام، حسن کجاست؟ بازداشتم. بازداشته؟ برای چی؟ نمیدونم قربان، مثل اینکه یکی واسش زده. تو کلانتری بازداشت موقته. ننشم الان اینجا بود، در به در دنبال یه زامن معتبر میگرده که آزادش کنه. برو کلانتری، برو. بسر. نگاه کن نام زده تو من. سلام، حالت خوبه؟ نه، آقای توانگران نیستن؟ شما چتونه؟ چرا اوقاتون تلخه؟ مگه چی شده؟ چیه ستاره؟ از دست من عصبانی هستی؟ آره معلومه، حرکت دیشب تو رفتار یه مرد تحصیل کرده و آقا نبود. مگه من چی کار کردم؟ تقصیر خودت بود که مس کردی. من نمیدونم اگه حسن نرسیده بود چه اتفاقی میافتاد. هیچی، هیچ اتفاقی نمیافتاد. من از اون آدمایی نیستم که از موقعیت سوء استفاده بکنم. همش تقصیر همون حسنه که این دروغ رو واسه شماها گفته. حالا دیگه اوقات تلخ نشه. ما فردا شب قراره با هم دیگه عروسی کنیم. باشه. خب. منو میبخشی ها؟ نمیدونم چی بگم. فقط میدونم زن و شوهر شدن من و تو کار اشتباهیه. ده. قربان حاضره. آزادی حسن، میتونی بریم. ببخشید جناب دربان، به ما که نگفتیم واسه چی بازداشت شدیم. حالا اقلا به همون بگیم برای چی آزاد میشیم. آقای توانگران ضمانت تو کرده. آقای توانگران؟ رفیق خودم به مولا یه پارچه آقا. فقط مواظب باش آبروی این مرد محترم رو نبری. نو کرشم جناب دربان. حالا خود زن تو طول داشت رفت، گفت بری خونش کارت داره. مثل اینکه احکانون دخترشه. دختر و پدر چه شانسی آوردن که حاجیت به موقع آزاد میشه. رفتم که آبروشو نجات بدم. آبروی من در خطر دختر. من قول دادم تو رو به اون بدم. حالا چطوری زیر قولم بسنم؟ نه، من اونو دوست ندارم. من فکرامو کردم، اون مردی نیست که بتونه شوهر من بشه. این حرفا مزخرفه. دوست ندارم چیه عادت میکنی؟ نه پدر، نه. درسته که من تو رو یه دختر آزاد بارو بردم، ولی اینجا صحبت آبروی منه. تو حق نداری با آبروی من بازی کنی. همین فردا باید عقد بشی، و الا دیگه دختر من نیستی. آبجی چی؟ ببینم کسی دیگر رو دوست داری؟ آره من میدونم کیه. اسمشم نبر، اون یه حیوونه. اون اصلا این حرفا رو نمیفهمه. اون چه میفهمه عشق چیه؟ نه، اونم میفهمه، خیلی هم خوب میفهمه. فقط نمیتونه فکر کنه تو ممکنه اونو بخوای. از همون روز اول خواستمش، اما چیکار کنم؟ قبلا به کس دیگه ای قول داده بودم. خب به خودش بگو. چطوری؟ من ازش میترسم، اون یه وحشیه. اون همیشه منو به چشم یه دشمن نگاه میکنه. تو باید با حسن عروسی کنی. اون مرده، اون یه آقای واقعیه. دلم میسوزه که چرا باید اون نفهمه که من دوستش دارم. دل کبا، جگر کبا، دل بی دل بر کبا. من نمیفهمم کسی که شعرهای به این قشنگی میخونه چطوری معنیشو نمیفهمه. Thank you.
بذارم. شما نباسی کارو بکنی. این عروسی به صلاح شما نیست. این آدم مزخرفیه. یه آدم حقباز کلاورداره. حسن جان آواز آواز تو عصبانی هستی. آره بابا این دفعه دیگه با آوازم درست نمیشه. من نمیذارم این عروسی سر بگیره. خودت برو بهش بگو به من چه؟ من که بهش میگم اگه میترسم. اگه اینو میگم من مصلحت شما رو میخوام آقای تبار. تبارگر! عین خب بابا تبار که هیچ چی فرق نمیکنه. تو هم همه جا رو ول کردی دو دست توانه چسبیدی. مگه دخترتون اثر راه پیدا کردین که میخواین به این وضع سرتون بازش کنید؟ هی به این حرف بزنیم. حالا لخ باشی یه با لباس. ما کاری نداریم. ما باز حرفامون رو بزنیم. به نفعته. من که بعد تو رو نمیخوام پسر. که خانوم من تو این خانواده نون و نمک خوردم. نمیتونم ببینم زندگیتونو دارم به هم میریزم. تواس با این پسر عروسی کنی. تو دلیلشو به من بگو. چرا؟ گفتم که اون آدم مزخرفیه. نشد. علت دیگه ای هم داری؟ نه همون که گفتم. نه بیا خیلی پکرم. کجا بودی؟ از پیش آبجیت میام. بهش گفتی؟ چی رو؟ که زن اون نشه. آره با فقط نمیدونم چرا گوشش بده کار نیم. من هرچی میگم اون یه چیزی دیگه جواب ما رو میده. آبجیم گفت دوست داره. چی؟ بچه تو کار بزرگترها دخالت نکن. تو هم گفتی دوستش داری؟ من؟ نه من نه نداشم. واسه من چاخان نکن. تو خودت معلم منی. من هرچی بلدم از تو یاد گرفتم. از قیافت میفهمم تو هم دوستش داری. ما رو چه به خاطر خواهی آقورا؟ من همیشه دلم میخواست اون زن تو بشه. تو خیلی خوب. بابا همه شما که از این حرفا میزنین مثل که همه تو دست به یکی کردین منو اذیت کنین. خداحافظ من رفتم. حسن ماشاءالله به جونت. خسته نشدی؟ نه من که والا خسته شدم. رو آجورای حیات را رفتی و همه رو لغ کردی. بنداش هم واش شد. یه دقیقه بیشین. آجوری آجوریم ننه. من با هاست موچه این اسمال وا کنم. اون پاک قاف توانگران دزدیده. وا ننه. یه قاف که اینقدر حرص و جوش نمیخواد. ببینم. مگه توانگرانم قاب میریزه؟ بننه تو هم که همیشه اون بر قضیه ای. آخه این اسمالی که ما میشناسیم کی ننه بابا داشت که ما نمیدونستیم. حالا به من و تو چه که داشته یا نه؟ آخه اون میخواد دختر توانگرانو بگیره. خب بگیره. به ما چه؟ مگه میخواد ما رو بگیره؟ بابا اون لایق دختره نیست. ببینم. پس یارو دختره باز خوب چیزی باشه. آره نه بابا یعنی نه همچه خیلی خوبم نیست. خب یه دختره دیگه، یه دختره. خیلی خب پس از پس هم برمیان. بزه بگیرتش. اما من اجازه نمیدم دختر زنش بشه. تو غلط میکنی. مگه بابای دختره ای؟ اگه راست میگه یه کاری بکن که دم به ساعت نیان بگیرن ببرنت کمیسری. واسه من داروغه شده یک کاره. نه دلم فقط از این میسوزه که هیچ کی پیدا نشد پت این بیمعرفتو بریزه رو آب. برو بابا تو هم بیکاری ننه. چه حرفا؟ شاید هیچ کی نمیشناستش. پیدا کردم ننه. یالا پوش بریم. پوشو کجا؟ پوشو مگه دیر بلند شده؟ بلند شو. آخه کجا؟ باید بریم روبرو کنیم ننه. باید بریم عروسی. با این ننه کسی که دعوت نداره این همه ناز نداره. بریم قربون گیسا. راستی بابا حسن واسه یخ کنو نمیاد؟ آه والا نمیتونم. ببخشین منظورتون همون حسن کبابیه؟ نه اون توی این مجلس جاش نیست. نبایدم بیاد. چرا جاش نیست؟ اون همه جا جاشه. من میدونم اون حتما میاد. زود باشتره داره دیره میشه. بایی ننه یه خورده ساب کن نفسم گره. دیگه رسیدیم یه های خونه شده. خورتون راستی آقا برای عقد کردن کی قراره تشریف بیارم؟ والا قراره که داداشم عموی ستاره جونو میگم. بله خدمتشون ارادت دارم. بله اون قراره آقا رو با خودش تا یکی دو ساعت دیگه بیاره. البته اگه قمار بزاره. میترسم بشینه پای بازی و ما رو تا آخر شب منتظر بذاره. بی جلو ننه. حسنی اومد. ننه یادت من یه رفیق داشتم اسمش اسمال بود. بهش میگفتن اسمال یکتی. بی جلو ننه این یارو رو خوب نگاش کن ببین میشناسیش. همون اسمال یکتی نی؟ با خاک به سرم. این کجاش اسمال ننه؟
نه نه این همون اسماله. مگه نمیشناسیش؟ یادت رفت هر شب یه بود کشمیش میخورد میومد خونه ما زیر کرسی تا صبح میخوابید؟ یادت رفت خونه شاگرد اوسلی علاقه بند بود واسه اینکه دستش کج بود بیرونش کردن؟ یادت رفت وقتی که با من حبس بود هرچی خوراکی واسه من میووردی اون همه رو کش میرفت و هیچی به ما نمیداد؟ بعدش هم افتاد تو قمارو شروع کرد سر مردم رو تراشیدن. همه اینا یادت رفت؟ این همون ناکس اسماله. برو جلو خوب نگاش کن. نه 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 این یکی دیگه است. اسمال چاق بود، اسمال کچل بود، اسمال کوتول و ویلا بود. اما ماشالله هزار بار ماشالله یا آقا قدش نه نه بس چاخان نکن، دارم از دست دیوونه میشم. تو خدا مرگم بده ننه قربونه قدت، اگه داری دیوونه میشی مجلس مردم رو به هم نزن. یه وقت دیوونه بازی در نیاری جون ننه ها. ننه بمیره بیا بریم. بیا بریم ننه. حسن ننه بیا کلید دارم. بیا ننه بیا. حسن جایی نمیره، بر میکرده. بریم فا. بالاخره پتت رو آب می‌ریزم. اصل یک کتی. ننه سالا بیا بریم. نگفتم جای این لاتی پوتیا تو این مجلس نیست آقا. آخه ننه چرا چخان کردی؟ بابا حسنی چرا می‌خوای عروسی دوتا آدمو به هم بزنی؟ تو که اینقدر بخیل نبودی؟ اه؟ پا واسه گفتی؟ خود امام گفته دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیزه. مگه نگفته ننه؟ او راستی حسنی بیا شیر یا خط بریم ببینیم عروسی راه میفته یا نه. اگه شیر اومد میشه، اگه خط اومد که ننه این همه پول؟ ببینم تو هم آره ننه؟ خب ننه منم دلم میخواست برم زیارت، تو که واسه نمیرسی. من دیدم چرا این پولو از اسمالی نگیرم، یه دروغ میگم و پولا رو میزنم به جیب. آخه ننه اینجور پولا حرومه. میبرمش خدمت آقا، آقا قربونش برم حلالش میکنه. خودم فکراشو کردم. لا 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 تو دیگه چه ختمی هستی؟ آره دیگر اسمالده کسی؟ آره؟ اون از اون برگیزن های قهاره. اون تو هفت آسمون یه ستاره نداره. این لیاقت دختره تو رو نداره. تو وقت میخوای دختر رو بده بیره آسمون جای من نمیذارم. آره؟ 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 خونه چی بیاری؟ خفش کن. چه همچی میکنی؟ متشکرم حسن، تو زندگی منو نجات دادی. نزدیک بود. آره تو زندگی رو به راه شد، اما من همه چیزمو از دست دادم. کارم، رفیقم، همه چیزم. نه حسن نرو، زندگی من مال توه. من در مقابل مردونگی تو پشیزی ندارم. از امروز تو مثل پسر بزرگ من هستی. اینجا به خواهش میکنم حسن، از پیش ما نرو. پدر من اونو دوست دارم، نظر بره. از همه تون ممنونم، ولی یارتون نره که من حسن کبابیم، من یه دنیای دیگه ایم. ناراحت نباشیم، شایدم یه روزی دوباره پیش شما برگشت. من رفتم. حسن نه، نرو حسن، اینجا بمون، نرو. سلام. متشکرم. فقط دلم برای تنگ میشه. قربون تو رفیق با معرفت، قول میدم بازم بیام پلود. خدافظ حسن، متشکرم. Let's go.
دلبر.